عرض ادب احترام دارم خدمت همیانان عزیز ارجمند بینندگان تلویزیون ایران فردا. همینطور که شعار این برنامه است، هدف تغییر نگاه ما نسبت به همه چیز، به اطرافمون، به کائنات، به دور و بر، به زندگی، به تاریخ، به پدیده‌های تاریخی، به زندگی انسان و طبیعت، ذات طبیعت، محیط زیست، نگاه با واقعا باید به کل گرگون بشه. در چند هفته اخیر گفتگوهایی داشتیم با دکتر حسام نوذری درباره فرگشت، تطور حیات بر کره‌ای که ما درش ساکن هستیم، که زیباترین و حیرت انگیزترین اجسام سماوی است، واقعا حیرت انگیز، و در حفظش با تلاش بکنیم بالاخره این امانتی است در اختیار ما. آقای سپهر عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از او ممنونم. چند هفته پیش صحبت کردیم درباره این انگوش شست، نقش عمده و مهمی داره در زندگی انسان و در تغییر بسیاری از به اصطلاح امکانات زیستی ما. بعد رسیدیم به مغز و بالاخره رسیدیم حالا به حشرات، حشراتی که اغلب انسان به دیده تحقیر به اونها نگاه میکنه، اما پاره از اونها قدرت و توان و نیروشون بسیار بیش از ماست، بسیار بیش از ما. کارهای حیرت انگیزی میکنن که ما از پسش بر نمیام. با غذای بسیار خرد و اندک و ذره بینی انرژی هولانگیزی تولید میکنن و واقعا کارهایی میکنن که حیرت آور. اجازه که به آخرین تحقیقات در این زمینه نگاه کنیم. یک گفتگوی داشتیم با دکتر نوذری در رادیو، حیف هم اومد که اون رو تلویزیونی نکنیم، در تلویزیون با شما اون رو در میان نگذاریم. همین زندگی حشرات و مغز در حشرات که خیلی مهمه. مغز. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. به همچنین. ممنون هستم. خب دکتر نوذری عزیز، حشرات و مغز، نقش مغز در حشرات، در این حشرات بسیار کوچک. اگر شما بخواید به مغز بسیاری از حشرات نگاه بکنید، اونها رو نمیبینید به خاطر اینکه اینقدر کوچیک هستند. اما حشرات نزدیک به 400 میلیون سال هست که روی کره زمین دوام آوردن. عجب استعدادی، استعداد ماندگاری خیلیه. ببینید، حشرات عصبانی میشند، دارای احساس هستند و قدرت یادگیری دارند، و بسیاری از حشرات با چند ده هزار یا چند صد هزار سلول مغزی این کار رو انجام میدن. اون چیزی که مهم هست خود سلول های مغزی نیستن، ارتباط بین اونهاست. ارتباط بین سلول های مغزی هست که حیات میده به تصمیم گیری، حیات میده به خاطره، حیات میده به یادگیری. اون ارتباط مهم هست. یعنی خود سلول ها اهمیتی ندارن، وقتی به هم مرتبط میشن اون ارتباطی که به این مجموعه فونکسیون ها معنا میده. دقیقا همینطور است. از یک طرف دیگه حیات روی کره زمین نیازمند به مغز نیست. گیاهان مغز ندارند، عروس دریایی مغز نداره، باکتری ها مغز ندارند. بنابراین حیات نیازمند به مغز نیست، اما حیات نیازمند یادگیری هست. یک موجود که حیات داره نیازمند تولید مثل هست برای بقای خودش، نیازمند یادگیری هست، نیازمند خلاقیت هست، نیازمند به پویایی هست. بنابراین پویایی، خلاقیت، تصمیم گیری، یادگیری نیازمند به مغز نیستند. اگر این رو ما متوجه بشیم، یواش یواش میتونیم ساختار مغز انسان رو هم بهتر درک بکنیم. خب پس منشأ تصمیم گیری کجاست؟ منشأ تصمیم گیری کجاست؟ در خود این ارتباطاته؟ این ارتباطات نتیجه اختلاف پتانسیل هست. خب یعنی عبور و مرور اتم های باردار. در مورد انسان به خصوص دو اتم سدیم و پتاسیم در این مورد نقش مهمی بازی میکنن.
یعنی یک کانال هایی هستند که این کانال ها باز میشن، این یون ها از اونها عبور میکنن، جریان الکتریسیته ایجاد میکنن، اختلاف پتانسیل ایجاد میکنن و یک اطلاع از یک سلول مغزی میتونه حرکت کنه بره به طرف یک سلول مغزی دیگه، یا بره به طرف یک ماهیچه، یا بره به طرف یک غده که هورمونی رو ترشح میکنه. این ارتباط به این صورت اجرا میشه. اگر شما حالا به یک تک یاختگی نگاه بکنید، یک تک سلولی، یک تک یاخته نگاه بکنید، میبینید که حتی اون هم قدرت یادگیری داره، اون هم قدرت واکنش داره، اون هم قدرت تصمیم گیری داره. اگر ما این رو بتونیم حس بکنیم، قادر خواهیم شد که مغز خودمون رو هم بهتر حس بکنیم. حالا اگر شما به این کانال هایی که این یون ها از اونها عبور میکنن دقت بکنید، اینها پروتئین هستند و پروتئین ها رمز اونها، رمز ساختار اونها در دی ان ای ما هست و دی ان ای ما از 4 حرف استفاده میکنه برای نوشتن اون رازها، برای نوشتن اون رمزها، برای ساختن اون ژن ها. وقتی که به این پروتئین هایی که در مغز خود ما هستند و در مغز حشرات هم هستند و در مغز خزندگان هم هستند ما نگاه میکنیم، رد پای این باکتری ها رو میبینیم، یعنی دقیقا همون رمزی رو داره، همون فرمولی رو داره که باکتری ها از اون استفاده کرده. یعنی درباره خش پایه است دیگه، نیست؟ ستون پایه است، خش پایه است. همینطور هست. باکتری ها گذشتگان ما هستند و به همین دلیل هم هست که به لطف اونها، به لطف اون پروتئینی که اونها نخستین بار روی کره زمین از اون استفاده کردن و اون رو الان در اختیار ما گذاشتن، ما قادر شدیم که این اختلاف پتانسیل ها رو بین سلول های مغزی ایجاد بشه و اختلاف پتانسیل وقتی که ایجاد شد ارتباط ایجاد میشه و وقتی که شما با موجودات چند سلولی برخورد میکنید و موجودات بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر، این ارتباطات مهمتر میشن. اما اون چیزی که مهم هست این هست که ما یاد بگیریم که تصمیم گیری و یادگیری و خاطره، هیچ کدوم از اینها با حضور انسان روی کره زمین ظاهر نشدن، به مراتب قدیمی تر هستن و هیچ کدوم از اینها زاده خلاقیت مغز انسان نیستن، به مراتب برمیگرده به قبل از انسان. اما چقدر ما بایستی برگردیم به عقب؟ ما بایستی یک سری بزنیم به حشرات تا یواش یواش بتونیم یک مقدار مغز خودمون رو حس بکنیم و بعد از حشرات برگردیم حتی به عقبتر، همینطور به عقبتر، و ما میتونیم برگردیم برسیم به باکتری ها، یعنی موجوداتی که فقط یک سلول هستن. اما همین موجودات به لطف همین حرکت یون ها میتونن واکنش از خودشون نشون بدن. اگر شما زیر میکروسکوپ باکتری هایی رو که حرکت میکنن نگاه بکنید، میبینید که وقتی که اونها رو تحریک میکنید، با وجود بر این که مغز ندارن، با وجود بر این که حتی سلول مغزی هم ندارن، اما در مقابل اون عمل شما واکنش نشون میدن و واکنش اونها به نفع اونها هست. همینطور در مورد خاطره، شما کافی است که فقط چند سلول مغزی داشته باشید تا بتونید ایجاد خاطره بکنید، نیازمند بیلیون ها سلول نیستید. اما وقتی که در انسان ما با موجودی روبرو میشیم که دارای حدود 80 بیلیون سلول مغزی هست که هر کدوم از اونها هزاران ارتباط ایجاد کردن با سلول‌های دیگه، اون تصمیم گیری رو، اون اندیشه رو، اون یادگیری رو، اون خاطره رو به یک مقام تازه میرسونه بدون اینکه خود اون خالق اون باشه. جالبه. و در این ترکیب مغزی ما مرتب حضور باکتری ها رو میبینیم، یعنی هدیه‌ای که کره زمین و زندگی و کهکشان ها به این موجود که انسان باشه دادن، این هدیه از طریق این باکتری ها بوده که به انسان رسیده، حداقل برای ایجاد اون چیزی که ما بهش میگیم اختلاف پتانسیل، یعنی آمد و شد اتم های سدیم و پتاسیم برای اینکه جریان از یک سلول به یک سلول دیگه منتقل بشه، برای اینکه ارتباط به این سلول ها ایجاد بشه. جالبه. دکتر نظری، این مکانیزم ارتباط بین سلول ها چه در انسان چه در بقیه مثلا حشرات یکسانن، شبیه همن یا اینکه متفاوتن؟ 100% شبیه به هم هستن. حتی شما مواد شیمیایی که در مغز انسان هست در اونها هم میبینید.
شما حتما شنیدید راجب دوپامین، شما حتما شنیدید راجب سروتونین، این مولکول هایی که در مغز انسان نقش بسیار مهمی بازی می کنند برای بخشیدن آرامش، برای لبخند، برای شادمان بودن. اونها رو شما در موجودات دیگه هم می بینید و کافیست که از خودمون این سوال رو بکنیم، چطور یک همچین چیزی ممکن هست؟ و بعد عبور و مرور یونها رو همینطور، همون یونها رو در اونها هم میبینید، همون کانال ها رو در اونها هم میبینید، همون پروتئین ها با همون رمز رو در اونها هم میبینید. و این به خاطر این هست که موجودات هیچ کدومشون روی کره زمین در یک روز خلق نشدن، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. انسان و موجودات دیگه همه نتیجه یک فرایند هستند و هر چقدر که تاریخ حضور یک موجود روی کره زمین به ما نزدیکتر باشه، جای پای گذشتگان بیشتری رو در اون موجود میتونیم ببینیم. بنابراین میل به تداوم حیات، مبارزه برای بقا، همینطور تولید مثل در همگی به طور یکسان وجود داره، حتی در تکیاخت ها، سلول ها، نمیدونم پشه ها و با با. بله، تولید مثل نیازمند به مغز نیست. قبل از اینکه مغز روی کره زمین ظاهر بشه تولید مثل وجود داشته، اون چیزی که ما بهش میگیم بقا، ولی هیچ چیزی دوام نمی آورد. درست. قبل از اینکه مغز روی کره زمین حضور پیدا بکنه واکنش حضور داشته، واکنش یک تک سلولی به محیط اطراف خودش. شما یک باکتری رو میبینید که داره حرکت میکنه و میخوره به جدار یک، فرض کنید اون دیوار لوله آزمایش، تغییر جهت میده. درسته. بدون اینکه مغز داشته باشه. یعنی واکنششون میده. باکتری هایی رو میبینید که مرتب در مقابل عملهای ما عکس العمل نشون میدن، عکس العمل هاشون مثبت هست برای خودشون و دوام میارن. آنتی بیوتیک ها رو خنسا میکنن. آنتی بیوتیک های جدید رو کاملا بسیاری از اونها رو خنسا کردن و دوام آوردن و از بین نرفتن. اون چیزی که هست که ما بهش میگیم تصمیم گیری، واکنش. اما همونطور که گفتم در طول این فرایند، در طول این دگرگشت یک مقام تازه پیدا میکنه و به همین دلیل هیچ موجودی روی کره زمین با موجود دیگری واقعا نباستی مقایسه بشه. هر موجودی جایگاه خودش رو داره و همه ما یک جورایی متعلق به این قبیله بزرگ هستیم. درست. دوست روزری، روزری که از کنم، حالا این میل به ماندگاری یعنی بقا، از همین مدت تولید مثل یکی از باز مهمترین عناصر این وسط، کنش و واکنش دیگه، یعنی جستجوی بهترین راه برای ادامه حیات و انطباق با شرایط طبیعی. برخی حیوانات غول پیکر بودن که قادر استعداد به حد کافی نداشتن که بتونن خودشون رو با شرایط طبیعت وفق بدن و ماندگار بشن، در حالی که مثلا پشه ها 400 میلیون سال دوام آوردن. این نشانه استعداد فیلت انگیز اونهاست نیست، در انطباق با شرایط حیات و پیدا کردن بهترین راه برای ادامه زیست. ببینید یک مگس میوه قادر هست 700 هزار بار در ساعت بال بزنه. 700 هزار 700 هزار بار در ساعت بال بزنه. حدود بالای 200 بار در ثانیه میتونه بال بزنه. و اگر به مغز اون نگاه بکنید 100 هزار سلول مغزی بیشتر نداره. و این موجود قادر هست از فاصله 500 متری اگر شما شروع کنید به میوه خوردن، در حیات خونتون نشستید یک میوه رو پوست میگیرید، از اون فاصله میوه شما رو بو میکنه، بوی اون رو حس میکنه و دقیقا در مسیر درست به طرف شما حرکت میکنه. یعنی نیم کیلومتر فاصله داره، در نیم کیلومتری ها. دقیقا. و دارای چشم مرکب هست، یعنی اینکه قدرت تجزیه و تحلیل اون از تصاویر به مراتب از ما قوی تر هست و به همین دلیل هست که شما اگر یک نفر تصمیم بگیره یک پشه رو از بین ببره، قبل از اینکه تصمیم خودش رو اجرا بکنه، به محض اینکه کمتر از چند میلیمتر دست خودش رو تکون میده اون پشه فرار میکنه. یعنی متوجه حرکت شما میشه، حرکت
جریان هوا رو که تغییر کرده متوجه میشه که ما متوجه نمیشیم، طول موجهایی رو حس میکنه که ما اونها رو درک نمیکنیم و به همین دلیل بلافاصله عکس العمل نشون میده. یعنی شما حتی فرصت پیدا نکردید بیش از چند میلیمتر تا اون فکر خودتون رو اجرا بکنه که اون پا به فرار گذاشته و شما حتی به گردش هم نمیرسید و اینها رو با حدود 100 هزار سلول مغزی انجام میده. یعنی قدرت بال زدن در این مقیاس با این سرعت در این حال هماهنگی ایجاد کردن بین قدرت بیناییش، بین بویاییش، فاصله ها رو درست اندازه‌گیری کردن، یعنی این سلول ها قادر هستن در اثر ارتباطی که با هم ایجاد میکنن در آن واحد این هماهنگی رو برای این موجود ایجاد بکنن. و به همین دلیل هم هست که همونطور که خود شما گفتید نزدیک به 400 میلیون سال هست که روی کره زمین دوام آوردن. خیلی. و دارای احساس هستن. یک پشه قدرت یادگیری داره، یک پشه عصبانی میشه. این رو ما میتونیم در آزمایشگاه انجام بدیم، خیلی هم ساده هست. یعنی شما میتونید اونها رو پرواز بدید در یک تونل های مخصوص و بعد با فشار هوا به طرف اونها ایجاد خشم بکنید و خشم اونها رو اندازه‌گیری بکنید و عصبانی شدن اونها رو اندازه‌گیری بکنید. بنابراین مطالعه حشرات مهم هست، واقعا انسان رو تشویق میکنه که به حیوانات احترام بگذارن، به حشرات احترام بگذارن و اینطور نباشه که ما فکر بکنیم که احساسات متعلق به ماست، خوشحال شدن متعلق به ماست، غمگین شدن، عصبانی شدن متعلق به ماست، همه چیز با ما وارد کره زمین شده. اصلا اینطور نیست. حالا دو شما رسیده این چه باز چه مکانیزمیست که مثلا یک حشره که این همه انرژی در واقع مصرف میکنه در طول روز با این قدرت تمام، قدرت پرواز داره، قدرت انطباق خودش داره حین پرواز با مسیر باد، حتی جهت میده به مسیر باد با این مجموعه اهرمایی که در اختیار داره، آنتن هایی که داره، خود شما بهتر میتونید در این زمینه توضیح بدید. اون وقت با اندک ماده غذایی میتونه این مجموعه کلان از انرژی رو تولید بکنه. چه تفاوتی بین ما و اونها وجود داره؟ چرا ما به این همه مواد غذایی احتیاج داریم که برای بتونیم یک دهم اونها حتی صاحب انرژی بشیم؟ به خاطر اینکه دگرگشت یعنی گوناگونی، یعنی متفاوت شدن، بهتر شدن در تمام فصول، در تمام بخش ها نیست. ما در یک مواردی پیشرفت کردیم، در یک مواردی نکردیم و همین زیبایی زندگی هست، همین چالش ها هست که باعث میشه گوناگونی در روی کره زمین بیشتر جالبتر باشه. ببینید در تایید حرفهای شما، ما حشره‌ای داریم که قادر هست، حشره نه یک پرنده، حشره‌ای داریم که قادر هست 600 کیلومتر رو بالای اقیانوس در ارتفاع 3000 پایی از آفریقا به طرف هندوستان حرکت بکنه بدون اینکه ذره اشتباه بکنه، به خاطر اینکه یک میدانهای مغناطیسی رو دنبال میکنه که ما اونها رو درک نمیکنیم، ما اونها رو حس نمیکنیم. اما برای این حشره مثل این میمونه که یک خط کشیده باشن، یک خط باریک بین آفریقا و بالای اقیانوس هند به طرف هندوستان و روی این خط میمونه و به اتفاق صدها هزار پشه در یک موقع خاص همه شروع میکنن. خب همین رو نجمند یک لحظه فریز کرد تصویر دکتر حسام نوذری. حالا سپر عزیز سعی میکنه مجدد این شروع رو بگیره. بحث جالب داریم، بنابراین اگه ملاحظه میفرمایید که بعضی موجودات قادرن قاره پرواز بکنن، مثلا ما پرنده صخره‌ای داریم که از آفریقا پرواز میکنه به سمت آلاسکا و برمیگرده، دو نوبت هم میتونه این کار رو انجام بده بدون اینکه یک میلیمتر اشتباه بکنه. نشون میده که همین این گسل‌های مغناطیسی حکم یک اتوبان رو داره برای بسیاری از پرندگانی که در آسمان بر فراز سر ما پرواز میکنن. ما این اتوبان‌ها رو نمیبینیم ولی اونها دقیقاً در این اتوبان‌ها تردد میکنن، رفت آمد دارن. خب
ارتباط برقرار شد؟ خب سعی میکنیم ارتباط رو برقرار کنیم. همگرانم بحث جالبی است و امیدوارم که بتونیم بحث رو هفته آینده دنبال بکنیم. یکی از پرسش هایی که مطرحه این که چطور حیوانات بزرگتر قادر نشدن خودشون با شرایط طبیعت انطباق بدن و از بین رفتن، از بین رفتن، در حالی که بسیاری از حشراتی که بسیار خرد و ریز هستند و تازه به نظر میرسه که امکان دفاعی اونها هم خیلی کم اندک بوده، قدرت دفاعیشون توانستن صدها میلیون سال روی کره ما دوام بیارن. یک تحقیقاتی داره میشه فعلا تا اونجایی که ما میدونیم در مورد حشرات در 200 مؤسسه در سطح جهان از جمله در همین UCLA در ایالات متحده آمریکا، اینا به نتایج درخشانی رسیدن و خیلی کمک میکنه مطالعه روی حشرات برای اینکه ما بتونیم خط سیر حیات رو از گذشته های خیلی 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 دور تا به امروز تعقیب و پیگیری کنیم. خب دکتر نظری، دکتر نظری، الو، ارتباط بله از کجا قطع شد؟ خب رسیدیم به اونجا که داشتیم صحبت میکردیم راجع به پرنده‌ای که از آفریقا پرواز میکنه، از رو اقیانوس هند رد میشه به هندوستان میره و برمیگرده. نه حشره‌ای، حشره‌ای، ببخشید حشره‌ای، من گفتم پرنده، حشره‌ای، بله. من راجع به پرنده صخره‌نشین صحبت میکردم که اونم واقعا کار استثنایی میکنه، 5000 کیلومتر یک نفس، اونم از روی اقیانوس اطلس عبور میکنه و میره به مقصد و برمیگرده، دوباره این کار رو انجام میده. بله بفرمایید. ببینید در ارتفاع 3000 پایی جریان باد مهم هست، درست، و شما یک حشره رو داره که خودش رو در این ارتفاع قرار داده و اون هم دلیل داره، اون هم استفاده از باد هست برای صرفه‌جویی در انرژی و بعد هماهنگ همه با هم به طرف مقصد جدید حرکت کردن و ما میدونیم روی بال حشرات آنتن‌های زیادی هست و این آنتن‌ها مرتب به سلول‌های مغزی این حشرات پیغام میفرستن و این باعث میشه که اونها رو واقعا در مقام خاصی قرار بده. با وجود بر این که سلول های مغزی اونها از ما به مراتب کوچکتر هست، قادر هستند یک سلول مغزی در آن واحد چند عمل گوناگون رو انجام بده، در آن واحد یک سلول قادر هست چند عمل گوناگون رو هماهنگ بکنه. ولی انسان چنین قدرتی نداره، نیست؟ در انسان هم هست، منتها در اون مواردی که این حشره قادر هست ما نیستیم. به خاطر همین هم هست که مقایسه کردن کار خوبی نیست. اما منظور من این هست که اگر شما به حشرات نگاه بکنید، ما چی یاد میگیریم؟ ما یاد میگیریم که یاد گرفتن با انسان وارد کره زمین نشده. حتی یک حشره هم قدرت یادگیری داره و این کار رو ما میتونیم در آزمایشگاه انجام بدیم. در مورد حشرات ما چی یاد میگیریم؟ توانایی حس موجهایی که ما توانایی اونها رو نداریم، حس بوهایی رو که ما توانایی اونها رو نداریم، و یا اینکه تجزیه و تحلیل تصاویر با سرعتی که ما توانایی اون رو نداریم. اما در زمینه‌های دیگه ما یک قدرت‌هایی پیدا کردیم. در مورد برای مثال ارتباط و تکلم، ارتباط با هم داشتن، صحبت کردن، حرف زدن، اختراع کلمات تازه، این هست که به هر موجودی یک اهمیت خاصی میده. کاملا هر موجودی جای خودش رو پیدا میکنه روی کره زمین. خب بذار بذارید ببخشید یه سوال باقی میمونه یه سوال باقی میمونه که به نظرم تو این لحظات آخر، دقایق آخر جواب بدید ممنون میشم. ما صحبت از حشره‌ای میکنیم که در ارتفاع 3000 پایی پرواز میکنه، از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر میره و مزالک بعضی وقتا ممکنه مسیر باد در جهتی باشه، حتی طوفان یا جردباد، هر چی که هواپیماهای غول‌پیکر هم ممکنه نتونن در برابرش دوام بیارن. اینا چطور پرواز خودشون تنظیم میکنن در برابر این همه جبهه های مختلفی که در هوا وجود داره و ممکنه که اصلا سد راه بشه و اجازه ادامه پرواز به اونها نده؟ اینا چگونه خودشون انطباق میدن با مسیر باد؟ این حشرات دارای یک ساعتی هستن، ما بهش میگیم ساعت زیستی یا یک ساعت سلولی. خب. و متوجه میشن اون روزی رو که موقع پرواز هست و بعد روی یک مسیر خاص خودشون رو قرار میدن، روی یک خط خاص
خودشونو قرار میدن. میدونید که کره زمین دارای یک شمال معمولی هست و دارای یک شمال مغناطیسی هست که بین این دو تفاوت هست و همینطور محور کره زمین عمودی نیست و تفاوت بین کره شمال مغناطیسی و شمال طبیعی کره زمین از جاهای مختلف در جای مختلف کره زمین متفاوت هست. این چیزی هست که ما قادر به درک اون نیستیم، نیازمند به ابزار هستیم. درست. نیازمند به وسیله هستیم. شما میتونید کار این ساعت‌های بیولوژیک رو اینطور تفسیر بکنید که اون رو برای این حشرات انجام میدن و همینطور این حشرات رو قادر میکنن که روی اون مسیرهای مغناطیسی خودشون رو قرار بدن و به همین دلیل با دقت بسیار زیادی خودشون رو به مقصد برسونن و در فاصله یک سال حتی دو بار رفت و برگشت فاصله حدود 1600 تا 1800 کیلومتر. و چرا این ارتفاع رو انتخاب میکنن؟ به خاطر استفاده از جریان باد، تا باد بتونه به اونها کمک بکنه تا انرژی کمتری مصرف بکنن. از طرف دیگه اون چیزی که جالب هست این هست که یک حشره با یک قطره، واقعا یک قطره قادر هست به قدری انرژی ایجاد بکنه که واقعا حیرت آور هست. یعنی استفاده اون از شکستن اتم ها و تولید انرژی یک شاهکار هست. مثل همینگ برد اون پرنده هست واقعا. بله واقعا با میگید به یک قطره و با یک قطره شربت چنان انرژی تولید کنه اصلا حیرت انگیزه. اون در دقیقه در ثانیه چند بار بال میزنه؟ 180 بار 160 بار. بله، و اون هم میتونه مسافت حدود 900 مایل رو بالای خلیج مکزیک از طرف کانادا پرواز بکنه. با دقتی که اگر از خانه شما رفته باشه به کانادا، وقتی که برمیگرده خانه شما. کاری که یک لکلک قادر نیست اون کار رو انجام بده. قادر هست که شهر رو پیدا بکنه و بعد دریاچه رو پیدا بکنه، اما اون دقت رو نداره. هر پرنده‌ای، هر موجودی که دست به ییلاق و قشلاق میزنه از یک تکنیک خاص استفاده میکنه. گاهی اوقات از نور ستارگان، از طیف نور استفاده میکنن، گاهی اوقات از میدانهای مغناطیسی استفاده میکنن. در مورد مرغ زرین بال یا زرین پر، میدان مغناطیسی نقش مهمی بازی میکنه و این پرنده قادر هست که نسبت به اون واکنش انجام بده، چیزی که ما اصلا قدرت درکش رو نداریم. خب بنابراین وقتی تصمیم گیری در میانه، حتی بدون مغز، کنش در میانه، واکنش در میانه، انطباق با شرایط زیستی، بعد میل به دوام، میل به بقا، مسئله غریزه اون وقت در برابر علامت سوال قرار میگیره، یعنی یه مفهوم دیگری پیدا میکنه. موافقی یک بار درباره صحبت بکنید بهتون آذری؟ حتما. ببینید، غریزه ساده کردن مسائل هست. بله، غریزه ساده کردن مسائل هست. یعنی ما فرض رو بر این بگیریم که حشرات یه نوع آدم آهنی هستن، یه نوع آدم آهنی های دیجیتال که اینها رو کوک کرده یک نفر، یعنی مدتی کوکی بار زندگی میکنن و از بین میرن. این واقعا یک تصویر غلط هست و به اعتقاد من بی احترامی به مقام بالای حشرات هست. وقتی که ما متوجه میشیم که قادر به چه کارهایی هستن. و از طرف دیگه اینو چند بار گفتم، بدم نمیاد باز هم تکرار بکنم، شاید فرصتی بده به بینندگان شما هم در اون مورد فکر بکنن، و اون این که فکر کردن با انسان وارد کره زمین نشده، تصمیم گیری با انسان وارد کره زمین نشده و هیچ کدوم از اینها نیازمند به مغز نیستن، نیازمند به ارتباط هستن، ارتباط بین سلول ها، و اون ارتباط رو یون ها انجام میدن، حرکت یون ها انجام میدن، و این حرکت یون ها رو همه ما از باکتری ها به ارث بردیم، جد بزرگ همه ما. بنابراین زنده باد باکتری ها. زنده باد باکتری ها. تشکر میکنم دکتر نوذری عزیز، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه فوق العاده آموزنده بود. تا دیداری دیگر، موافقید؟ با کمال میل، ممنون هستم از شما. تشکر میکنم. من میانم ارجمندم، اگه پرسشی دارید میتونید از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا با ما در میان بگذارید. واقعا پرسشی هست، با کمال میل اونها رو در اختیار همکاران این برنامه قرار میدیم، در رشته های مختلف ادبیات، فرهنگ، هنر، همینطور انقلاب، تاریخ و علم و فضا. ایدر از یر عاشقی در پی دلدار باش.
تا برنامه دیگه.